سلام و شبتان بخیر. امروز دوشنبه 20 حمله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 9 اپریل 2018 میلادی. به مجمع خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. در نخست خط مهمترین خبرها. فراخوان مناظره رئیس جمهور غنی با گروه طالبان. و نگرانی ها از وضعیت جنگی در سوریه. مشروع خبرها. در پی یک انفجار در ولسوالی شیندند هرات 8 غیر نظامی جان باخته و 21 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد شام امروز هنگام در کنار یک مسجد رخ داد که کودکان پس از پایان درس از یک مسجد بیرون شدند. در میان کشته شدگان کودکان و زنان نیز شامل هستند و زخمیان این رویداد نیز زنان و کودکان هستند. منابع میگویند این رویداد در پی انفجار یک سه‌چرخه در کنار یک نفتکش اتفاق افتاده است. رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت خوست طالبان را به یک مناظره در مورد صلح فراخوانده است. رئیس جمهور تاکید می کند که اگر طالبان قدرت می خواهند باید در انتخابات شرکت کنند و به گونه قانونی قدرت را به دست بگیرند. وی همچنان بر شفاف برگزار شدن انتخابات پیشرو نیز تاکید کرده است. رئیس جمهور غنی به منظور افتتاح چند پروژه زیربنایی روز دوشنبه به ولایت خوست رفت و در دیدار با برخی باشندگان این ولایت طالبان را به یک مناظره در مورد صلح فراخوانده است. رئیس جمهور غنی تاکید میکند که اگر طالبان میخواهند تا قدرت را به دست بگیرند باید در انتخابات شرکت کنند. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید میکند که برای تامین صلح در کشور اراده جدی دارد و حاضر است تا در این راه سرش را فدا کند. مخالفی دی جنگ نه چه گجه اخلی په دې فکر دی چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان ولس د سولې له لارې نه ګرځوي بیا د وی همچنان بر شفافیت و عدم مداخله در انتخابات مجلس نمایندگان، شورای ولسوالی و ریاست جمهوری تاکید دارد. رئیس جمهور غنی در دیدار با مسئولان امنیتی ولایت خوست دستور داده است تا امنیت انتخابات در این ولایت به گونه جدی گرفته شود. اما برخی باشندگان خوست در یک نشست اعتراضی این سفر رئیس جمهور را نمایشی خوانده و آن را جز از مبارزات انتخاباتی می دانند. دی علما و دی خز و دی زوانان و دی ولس رای دی او بیرنه بو بو دی لهو کره اوس چه تر اغنه دی سه مقصد دی پار اغنه مقصد دی داده چه خوست ولایت بیا ما ترائه رکوی خوب بیا ایوان دا غونډه انفسخ شوې غونډه ده چې تو ته هغه څوک پدې راغلی وي چې اوس به هم هغه چانه صفتونه دې ته وکړي. رئیس جمهور همچنان در این سفر تاکید کرد که جاده دوم خوست پکتیا نیز ساخته می شود. وی در این سفر همچنان خطر انوی فرودگاه ولایت خوست را افتتاح کرد و سنگ تهداب سیستم رادار، ساختمان اطفایه و سرک داخلی این فرودگاه و همچنان سنگ تهداب پروژه شبکه توزیع برق را نیز گذاشته است. قرار است رئیس جمهور دو روز در خوست بماند و با اقشار مختلف مردم دیدار کند.
رئیس اجرایی بر عملی شدن توافقات تازه میان کابل و اسلام آباد تاکید می‌ورزد. عبدالله عبدالله میگوید که رئیس جمهور غنی با روحیه خوشبینانه توافقنامه را روی هفت اصل با نخست وزیر پاکستان به امضا رسانده که پاکستان باید روی این اصلها به گونه عملی اقدام کند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که توافق‌های دو کشور مفهوم همگونی وضعیت در افغانستان و پاکستان را ندارد، بل دو همسایه با وضعیت متفاوت روبرو هستند. باعث حیات با جزئیات بیشتر در این مورد. روحی خوشبینانه حکومت وحدت ملی در برابر توافقهای تازهش با نخست وزیر پاکستان. رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور روی هفت اصل با نخست وزیر پاکستان توافقنامه را به امضا رسانده است. توافقنامه که عبدالله عبدالله بر عملی شدن آن از سوی پاکستان از بهر برداشتن چالش ها بین دو کشور و بهبود روابط پافشاری می کند. موافقتنامه بین رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در مورد هفت اصول به امضا رسیده، اما به این صورت معنای این نیست که دو طرف به عین وضعیت قرار دارند. ما در وضعیت متفاوت هستیم، کاملا متفاوت، و مشکلات ما منشأش معلوم است. درشترین بحث رئیس جمهور غنی با شاهد خاقان عباسی روی مبارزه در برابر هراس افغانی و تخطی های مرزی بود، اما تاکنون دولت افغانستان و پیکار پاکستان در برابر گروه های تندرو باوری ندارد و میگوید در عقب افزایش فعالیت های تندروان در افغانستان دست سازمان استخبارات پاکستان است. وقتی که هیئت های از پاکستان به افغانستان میرن و از افغانستان به پاکستان، نوع تعامل ها به شکل صورت میگیره که اصل مطلب زیر سوال بره. خواستان این هستند که حکومت وحدت ملی نباید به وعده و قول پاکستان اعتماد زیاد داشته باشد. با طالب افزارت با ایسای پاکستان در غیر از امریکا و پاکستان دیگر رای حل وجود نداره، هر مجلسی که بشه ناکام است. توافق جدیدتر دیگر بین کابل اسلام آباد. گزارش شده که دو همسایه روی نظارت استخباراتی بر عملیات های یکدیگر در برابر هراس افغانی با توافق رسیدند، اما تاکنون پیوسته گفته شده که توافق های افغانستان و پاکستان در کار مبارزه در برابر تندروی هیچگاه از سوی اسلام آباد در عمل پیاده نشده است. جنرال جان نیکلسون فرمانده ماموریت حمایت و قاطعی برقراری از صلح در افغانستان را امکان‌پذیر می‌داند. این نظامی ارشد آمریکا می‌گوید آمریکا و ناتو از روند صلح افغانستان حمایت کرده و همواره در کنار مردم و حکومت افغانستان خواهند ایستاد. آقای نیکلسون که در آغاز به کار شهرک پلیس زن سخن می‌زند، نقش زنان در روند صلح را مهم می‌داند. فؤاد ناصری گزارش می‌دهد. کار نخستین شهرک پلیس زن از سوی اعضای ناتو در کابل آغاز شد و این شهرک به ارزش 120 میلیون دلار تا سال 2020 میلادی ساخته خواهد شد و برای 300 پلیس زن توزیع می شود. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ساخت این شهرک را اولین گام برای افزایش حضور زنان در نهادهای امنیتی افغانستان عنوان کرده و تأمین صلح در افغانستان را امکان پذیر می داند. We are with you and we will stay with you. ما با شما هستیم و در کنار شما خواهم ماند. تأمین صلح در افغانستان امکان پذیر است و ما در این روند در کنار شما می باشیم و از شما حمایت می کنیم. کانادا که 26 میلیون دلار در ساخت شهرک پلیس زن هزینه خواهد کرد می گوید با کمک های دراز مدتش با افغانستان ادامه می دهد. کانادا کانادا به این باور است که صلح پایدار زمانی در افغانستان تأمین خواهد شد که زنان و دیگر گروه ها در جامعه نقش داشته باشند. کانادا و حکومت افغانستان یک جا برای رسیدن به صلح کار می کنند. بانوی نخست کشور نیز می گوید که حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در قبال زنان پابند است. به یقین گفته می توانم که حکومت وحدت ملی به تعهدات خود در مقابل شرایط بهتر کاری و مسئولیت شما پابند خواهد بود. ما امیدوار هستم که این پروسه طور دوامدار در ولایت دیگر هم دونرای محترمی پیدا شوند، بتوانند ما را کمک بکنند که خانم هایی که در شرایط رقتبار و مشکلی زندگی میکنند و هم از این مستفید شوند.
در حال حاضر 2200 زن در صفوف پلیس افغانستان فعالیت دارند و وزارت داخله میگوید شمار زنان در پلیس ملی را به 10000 تن تا 5 سال آینده افزایش خواهد داد. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. مقام های آمریکایی میگویند کوریای شمالی به آمریکا وعده سپرده که در زمان ملاقات رهبران دو کشور آماده بحث درباره آینده تسلیحات اتمی خود خواهد بود. این در حالی است که مقام های اطلاعاتی آمریکا و کوریای شمالی گفتند که بارها تماس برقرار کرده و در یک کشور ثالث دیدار کردند. در صورت ملاقات دونالد ترامپ با کیم جونگ اون، این اولین دیدار یک رئیس جمهور آمریکا با رهبر کوریای شمالی خواهد بود. روسیه میگوید هیچ مدرکی مبنی بر حمله شیمیایی به شهر دوما در منطقه غوطه شرقی در سوریه پیدا نکرده است. سرگی لاوروف گفته که تیم بازرس روسی به همراه هلال احمر در منطقه حضور دارند، اما هیچ اثری از استفاده از سلاح شیمیایی پیدا نکردند. با این حال فیلم ها و عکس های دلخراش زیادی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد شمار زیادی از غیر نظامیان به خصوص کودکان در خانه یا در پناهگاه جان باختند یا در حال مرگ هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر با حمله به بشار اسد او را حیوان خوانده و ایران و روسیه را مسئول حمایت از رئیس جمهور سوریه دانسته است. 11 دور مسابقات حمل همسر با شرکت زوجهای علاقمند در دورکینگ واقع در جنوب شرقی انگلستان برگزار شد. در طول مسیر 380 متری این مسابقه شرکت کنندگان در حالی که همسران خود را بر دوش داشتند باید از موانع می‌گذشتند. سازمان دهندگان می‌گویند منشأ این مسابقه قدمت دیری ندارد. بر اساس قوانین این مسابقه شرکت کنندگان باید بالای 18 سال داشته باشند و وزنشان حداقل 50 کیلو باشد. برنده مسابقه امسال کریس پورس بود که همسرش تانیشا پرنس را حمل کرد. با خبر اقتصادی خوش آمدید. اتاق تجارت افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی هیچ برنامه‌ای را برای حمایت از تولیدات داخلی و صنعتکاران ندارد. مسئولان این اتاق در مراسم گشایش شهرک سنگ مرمر از حکومت خواستند تا سرمایه‌گذاران را حمایت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش. شهرک سنگ مرمر محلی که سرمایه گذاران با پول شخصی آن را ایجاد کردند. در این شهرک حدود 30 کارخانه تولید سنگ مرمر در 300 جریب زمین به ارزش 50 میلیون دلار ساخته شده است. در گشایش این شهرک مسئولان اتاق تجارت می گویند که حکومت با سرمایه گذاران برخورد دوگانه دارد و تا اکنون حمایت لازم از آنان نکرده است. این حق ما هستند مطابق قانونی اساسی ماده 2 یازده قانون اساسی که ظرفیت ها و زیربنا و زمین سازی